یک توافق شکننده یا زلزله سیاسی در منطقه 48 ساعت پس از اعلام توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن واکنش‌ها به آن ادامه دارد. توافقی که هنوز طرفین درباره جزئیاتش نگفتند، جز اینکه قرار است سفارت دو کشور طی 2 ماه آینده بازگشایی شود. حالا وال استریت جورنال خبر داده که طبق این توافق جمهوری اسلامی متعهد شده حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را متوقف کند. شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران از 7 سال پیش با عربستان سعودی و ائتلاف نظامی به رهبری این کشور در جنگ و بارها به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند. تهران از شورشیان یمن حمایت مالی و نظامی می‌کند. جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن برای فشار بر ائتلاف در حال شکل‌گیری در منطقه بین کشورهای عربی و اسرائیل و آمریکا استفاده کرده. هشدار میدم عربستان دست برداره و الا به فضل خدا عربستان در همین آتشی که خود شروع کرده خواهد سوخت. مواضع اینچنینی درباره عربستان سعودی در یک دهه گذشته سکه بازار امامان جمعه و مقام‌های جمهوری اسلامی بوده. حالا برای تغییر این گفتمان رسانه‌های حکومتی وارد عمل شدند تا توافق با حکومتی را توجیه کنند که تا دیروز رهبر نظام به آن دشنام می‌داد. دهانه‌ها را با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه. روزنامه کیهان تغییر موضع 180 درجه‌ایش درباره حکومت سعودی را با شلیک تیر هوایی به سوی اصلاح طلبان ادامه داده. با این وعده از قول یک کارشناس که قیمت دلار به 30,000 تومان کاهش پیدا می‌کند. وطن امروز هم از غروب غرب‌گرایان گفته با چشنی دلار و روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران هم مدعی آغاز نظم غیر آمریکایی در منطقه شده. ادعایی که خود چین بیش از همه می‌داند چه تبعاتی دارد و به همین دلیل وزارت خارجه این کشور در بیانیه گفته که چین هیچ انگیزه پنهانی از میانجیگری بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی نداشته و با رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه مخالف است. واشنگتن گفته قبل از اعلام توافق از آن خبر داشته. با این حال نقش‌آفرینی چین در این توافق هم مورد توجه قرار گرفته. پکن به طور سنتی در سیاست خارجیش دو اولویت دارد. اول اقتصاد و دوم هم اقتصاد. بر همین اساس برخی تحلیلگران میگویند این توافق ادامه تلاش چین برای مشارکت در اقتصاد عربستان سعودی است که پس از سفر چندی پیش رئیس جمهور این کشور به ریاض بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت. در همان سفری که چین علیه حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا موضع‌گیری کرد. اما حضور پررنگ چین در منطقه شاید بیش از پیش جایگاه اسرائیل را در سیاست خارجی آمریکا تقویت کند. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل توافق تهران و ریاض را شکستی برای نتانیاهو خواند. در این حال سایت خبری واینت در اسرائیل در گزارشی نوشت تجدید روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران از نزاع بین دو طرف نخواهد کاست. بر اساس این گزارش چین برای رسیدن به توافق به هر دو طرف اعلام کرده که به دنبال دستاوردی برای خودش است و از آنجایی که هم ایران و هم عربستان سعودی به چین نیاز دارند این توافقنامه امضا شد. در یک سال گذشته ایران گوشت قربانی سیاست‌های خصمانه روسیه نسبت به غرب و به ویژه آمریکا شد. وقتی روسیه توافق احیای برجام را به گروگان گرفت، آمریکا طبیعتاً قدرت نمایی چین در منطقه را تحمل نخواهد کرد. کشوری که تجربه نشان داده خودش را هزینه هیچ کشور دیگری از جمله ایران نمی‌کند و علاقه‌ای به نزاع مستقیم با آمریکا ندارد. از طرفی عربستان سعودی هم درهای رابطه با آمریکا را نبست. و توافق اخیر هم میتواند پیامی برای بیتوجهی دولت بایدن به حفظ امنیت عربستان سعودی باشد که گویا سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان هم ریاض را به آنچه میخواسته نرسانده. بنابراین شکست این توافق بیش از همه برای تهران تبعات خواهد داشت. شاید در نتیجه اتفاقی که برخی تحلیلگران در اسرائیل پیش بینی میکنند. آنها میگویند این توافق پیش درآمدی بر اعلام رسمی آغاز احتمالی روابط عربستان سعودی و اسرائیل است. اتفاقی که یک زلزله سیاسی واقعی در منطقه خواهد. از طرف دیگر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی متعهد شدند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند. اما بزرگترین مشکل این دو کشور نه دخالت در امور داخلی هم، بلکه دخالت در امور داخلی دیگر کشورهای منطقه است. بعید به نظر می‌رسد که تهران و ریاض رضایت دهند لبنان را تقدیم هم کنند و یا هر دو کشور سوریه و عراق را به حال خود بگذارند.
به ویژه اینکه آمریکا و اسرائیل بازیگرانی جدی در ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی در منطقه هستند. با این همه در تهران کارشناسان وابسته به حکومت همچنان با واهمه از خیزش انقلابی مردم علیه نظام تلاش میکنند با زبان اشاره بگویند حاکمان ریاض از انقلاب در ایران حمایت نمیکنند. بلن نظام آل سعود با انقلاب مخالفه. چرا؟ چون معتقد مردم حق ندارن حاکم رو سرنگون کنند. رابطه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته انقدر پیچیدگی داشته که به نظر میرسد لباس توافق با وجود این همه تعارض به تن دو طرف نمی نشیند. نه عربستان سعودی، نه جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.